این واقعیت ساخته و پرداخته دست معمار بزرگ است. درباره امام خیلی حرف زدیم، شاید بعضی ها خیال کردند ما با اغراق و مبالغه حرف میزنیم، ولی نه، اون چه گفتیم درباره امام بزرگوارمون نه اغراق است نه مبالغه است، بخشی از واقعیت است. بیش از اون چه که توصیف کردیم و توانستیم ارائه بدیم، امام بزرگوار و عزیز ما دارای مضمون و معنا و مغز بود. اون چه که در اختیار ملت ایران و در معرض دید و فکر ملت هاست در سراسر عالم، ساخته و پرداخته اون دست تواناست. ما برای اینکه راه رو درست برویم باید نقشه معمار رو بدانیم. اگر در یک بنای متعارف معمولی نقشه در اختیار نباشد، نقشه اصلی معلوم نباشد، سازندگان و بنایان هر چه هم چیر دست باشند ممکنه اشتباه کنند. باید نقشه اصلی را دانست تا بتوان بر اساس اون نقشه اصلی، اگر هنری در سازندگی و در احیاء هست، اون رو به کار برد. نقشه او نقشه ای نبود که فقط از ذهن انسان صادر بشود، قطعا مؤید من عند الله بود. خود امام بزرگوار این رو میدانست و به آن معترف بود. خود او میگفت اون چه پیش آمده است با دست قدرت الهی است و درست فهمیده بود و چشم بصیر و بینای او درست دیده بود. ما واظب باشیم اون نقشه رو بشناسیم تا بتوانیم ادامه بدیم راه را. اگر نقشه رو ندانستیم زاویه پیدا می کنیم. وقتی زاویه پیدا شد، روز به روز هر چه پیش بریم از راه اصلی و صراط مستقیم دور می شویم. وقتی از صراط مستقیم دور شدیم از هدفها دور می شیم، به هدفها نمی رسیم. برای اینکه به هدف برسیم باید راه رو گم نکنیم. برای اینکه راه رو گم نکنیم باید نقشه اصلی و اساسی جلو چشم ما باشد، اون رو بشناسیم و بدانیم. نقشه امام، کار اصلی امام، بنای یک نظم مدنی سیاسی بر اساس عقلانیت اسلامی بود. مقدمه لازم این کار این بود که نظام پادشاهی که هم فاسد بود، هم وابسته بود، هم دیکتاتور بود، این سه خصوصیت در نظام پادشاهی وجود داشت، هم دچار فساد بود، فسادهای گوناگون اخلاقی و مالی و غیره، هم وابسته به قدرتها بود، یک روز وابسته به انگلیس، یک روز وابسته به آمریکا، منافع خود را و کشور را در مقابل منافع بیگانگان حاضر بود فراموش کند که این وابستگی بود، و هم دیکتاتور بود، مستبد بود، رأی مردم، خواست مردم برای نظام پادشاهی مطرح نبود.
هر کدام از اینها یک فصل است، یک فصل بلند است، یک کتاب است، مقدمه اون کار بزرگی که امام میخواست انجام بدهد، ریشه‌کن کردن این نظام فاسد وابسته دیکتاتور بود. همت رو بر این گماشت و نظام ریشه‌کن شد. مسئله این نیست در کشور ما که نظام پادشاهی برود به جای او نظام پادشاهی یا شبه پادشاهی دیگری بنشیند. مسئله این است که اون خصوصیاتی که نظام پادشاهی داشت، این خصوصیات باید ریشه کن میشد و امام بزرگوار ریشه کن کرد. سخنان امام، رهنمودهای امام، رفتار امام، همه در این جهت است.